السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی خوشحال و خرسند هستم که باز هم در جمع قرآنی و رحمانی و نورانی خواهران و مادران این سرزمین قرار دارم. الله را با این من و فضل و احسانش به نهایت سپاسگزار و شکرگزار هستم. امیدوار هستیم که رب العزت و جلال طاعات، عبادات و روزه ها و نوافل و نمازهای ما را به درگاه خودش قبول و منظور بگرداند. شما خیلی خوشبخت هستین از یک سمت نگاه بکنین در ماه رمضان، از دریچه دیگر نگاه بکنین همه ایتان در این روزها مصروف یاد گرفتن قرآن، چون این ماه قرآن است. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ماه رمضان ماه نزول قرآن. و چه زیبا هست که یک زن مسلمان، یک مرد مسلمان در ماه مبارک رمضان اوقات خود را مصروف خواندن قرآن بکنه، اوقات خود را مصروف تسبیحات و یاد الله بکنه. ما هفته قبل هم یک اشاره کردم، حتی بزرگان بودن مثل سفیان ثوری، یکی از علما و یکی از شخصیت‌های برجسته امت بود، وقتی که رمضان داخل می‌شد حتی درس حدیث را ترک می‌کرد، خود را مصروف خواندن قرآن می‌کرد. می‌گفت این ماه ماه قرآن است. در امین ماه رمضان جبریل امین با رسول صلی الله علیه و سلم دوره قرآن می کردن. چون همه چیز در این ماه فرق می کنه. رحمت پروردگار در این ماه ویژه است و هم مرد و هم زن می تواند در این کورس یک ماه رضای الله را به دست بیاورد. این فرصت خوبه برای به دست آوردن الله. دلت نرم است، هر لحظه بخوایی میتوانی به خاطر خدا گریه بکنی. امی هفته ای که گذشت وقتی من صحبت را روز جمعه شروع کردم، اما آغاز از اون وقت گریه مردم آغاز شده بود. من هفته قبل برشان گفته بودم که وقت هفته بعدی که رمضان داخل میشه شما بی اختیار بازگریه میکنین. یک لطف پروردگار است. قطرات اشکی که به خاطر گناه از چشم یک برادر و از چشم یک خواهر سرازیر میشه، رسول صلی الله علیه وسلم میگه لا یریج النار من بکا من خشیت الله. داخل آتش نمیشود کسی که از ترس خدا و از ترس گناهان خود گریه بکنه، حتی یعود اللبن فی الضارع، تا زمانی که شیر در پستان بر نگرده، که او بر نمیگردد هیچ وقت، تا همون زمان ای بنده هم با آتش جهنم سوزانیده نمیشود. ماه بهانه، ماهی که خدا با بها نخیر به بهانه میدهد. اگر شما کل عالم را جمع بکنین پول ثروتشه، بهای محبت الله را بخواین بپردازین نمی شود. بی گفته حضرت مولانا گفتم که دل در سر و کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم. گفتا تو کی باشی که کنی یا نکنی، آن من بودم که بیقرارت کردم. از کمال ما نیست اگر یک مادر در وقت سحری 8 رکعت تهجد میخواند، ای از کمال خودش نیست، از لطف است که خدا در حقش کرده، از مهربانی است که الله در حقش کرده، از کرم است که الله در حقش کرده. اگر در روزهای ماه مبارک رمضان جای نماز را پهن میکنه، 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت نماز نفل میخواند، لطف است که الله در حقش کرده. یعنی زنجیر محبت الله به گردنش افتاده و او را به سمت خودش الله فرا میخواند. چند روز تقریبا، شاید امروز روز اشتباه نکنیم 11 هم باش، چقدر سری این ماه گذشت. این هفته میاید و هفته دیگر میاید، میگذارد
ولی بدا به حال او کسی که رمضان بگذرد هنوز او غرق در گناه، هنوز غرق در معصیت، و رمضان برود از او شکایت بکند، نه حکایت، شکایت بکند که خدایا مرا زایه کرد، زایه بگردانیشه. اگر در این ما دو تا خواهر کنار هم میشینند، بازم غیبت خسر و خشوص، غیبت برادر و خواهر است. و اگر در این ما اخلاق مادر هنوز جور نشده، بدزبانی و تندزبانی و بد اخلاقی با شوهرش هنوز جور نشده، خب پناه بر خدا. بسیار خواهرها چی میگن؟ خدا مرا زیاد دوست داره، هر کاری که بکنم مرا میبخش. این بدترین گناه همی است. شهر ابن حویشب میگه کسی که به این فکر باشه که من گناه میکنم، برش میگی که نکو نافرمانی شوهر، نکو پرخاش با شوهر، سخن تندوزش نگو، میگه باز معلوم میشه روز قیامت. خب معلوم شده دیگه، در قرآن کل چیز بیان شده. ما خود فریب ندیم، بعضی ها خودشان فریب میتن. شهر ابن حویشب میگه بدترین گناه امو هست که تو بدانی خدا غفور و رحیم است و به خاطر از این گناه کنی که خدا غفور و رحیم است مرا میبخش. من قبلا هم گفته بودم که هر چقدر یک زن کمال داشته باشه و تقوا داشته باشه، اگر شوهرش از پیشش راضی نباشه، الله از پیشش راضی نیست. یکی راضی بودن شوهر در امور مشروعست، یکی راضی کردن شوهر در امور غیر مشروعست. و باز من ایره نمیگم که هر خواسته خلاف شرعم که یک شوهر از شما کرد با شما حتما انجامش بدین، به خاطر که مولانا گفته که باید شوهر راضی باشه. نه، در امور مشروع، در اموری که در چوکات دین است، اخلاق را خیلی زیاد تلاش بکنین. هفته پیش مثلا از یعنی چند دقیقه صحبت کردم که ماه رمضان ماه تغییر، ماه رمضان ماهی که از درون مسلمان اصلاح بشود، از درون اصلاح شود. رسول صلی الله علیه و سلم میگه من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چی یک جایزه کلان است، چی یک لطف کلان است در حق همه امت، در حق همه مسلمان ها. کسی که رمضان روزه میگیرد از روی ایمانداری و از روی نیت به ثواب که خداوند به من اجر بده، ثواب بده، غفر له ما تقدم من ذنب، کل گناهان قبلیش خدا می بخشه. الله اکبر، کل گناهان قبلیش الله می بخشه. پس در رمضان رحمت مثل باران می بارد. چقدر نقص کرده و زیان کرده کسی که ظرف برای گرفتن آب باران دارد و نمیگیره. خودش تشنه هست، ظرفم موجود، بارانم میبارد، ولی ای از باران استفاده نمی کند، پس از تشنگی خود را هلاک می کند. ماه رمضان ماه رحمت که مثل ابر بهاری رحمت پروردگار بر سر امت میبارد، باید ما از او استفاده بکنیم. هر کسی میتواند بیشتر جمع بکند، هر که ظرف بزرگ دارد آب بزرگ برای خود جمع می کند. پس هر که خود را آماده کرده و تقوای الهی را احیا کرده در وجودش، پس او می تواند بیشترین حصه و بیشترین سهم را از این ماه مبارک رمضان داشته باشد. ما بر شما هفته قبل نگفتم، ابن جوزی میگه تالله لو قیل لأهل القبور، قسم به خداست اگر به اهل قبرستان گفته بشود چی آرزو دارین، تمنو یه چیز آرزو بکنی، لتمنو یوم من رمضان. اهل قبرستان آرزو یک روز ماه رمضان را میکنن، یعنی در یک روز انسان میتواند که به بهترین جایگاهی که خودش تصور میکنه برسد و تلاش بکنین. مادران گرامی، خواهران گرامی، 2 ساعت را در رمضان فراموش نکنین. 2 ساعت را با دندان محکم بگیرین، فراموش نکنین که در این 2 ساعت در حقیقت تمام قفل مشکلات شما باز میشه. این 2 ساعت یک کلیدی هست که تمام غمهایت ختم میشه انشالله، اگر این 2 ساعت را
استفاده کردیم. یکی از اون ساعت کدام وقت است؟ در ماه رمضان دو ساعت خیلی مبارک است، خیلی قیمتی است، خیلی با ارزش است. اما قسمی که گناه تو را بی ارزش میکنه، گناه تو را بی قیمت میکنه، گناه در حد حیوانیت انسان را نزول و سقوط میدهد، در حد حیوانیت گناه آرامش از انسان میگیرد. در ماه رمضان دو ساعت وجود داره. اگر در این دو ساعت یک مسلمان، چی مادر چی برادر، بیدار باشه، آگاه باشه و از این دو ساعت استفاده بکنه، پس بهترین حصه و بهترین سهم را در این دو ساعت اون مادر و خواهر میبرد از ماه مبارک رمضان. خوب دقت کنین، یادتان نرود. برای ما همیشه میگن که خواهران عملش بیشتر از برادران هست، ولی متاسفانه دمی اواخر که ما میبینم بسیار کم از خواهری که عمل بکنه. گوش کردن را همه گوش میکنن، ولی گوش قبول نمیکنن. الله جل مجدوم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. شما مانند کسانی نباشین که گفتن شنیدیم، الله میگه اونا نشنیدن، اینه به سمع قبول نشنیدن. اگر شما بشنوین و بشنوین، فقط چند ساعت آرام بودین و چند ساعت یه چیزی شنیدین، پس بروین طرف خانه، وقت احساساتتان، وقت خشمتان، وقت غضبتان، تمام فرامین دین را فراموش بکنین. بازی را بدانین که مادر، زیان را شما میکنین نه ما.